این هفته تو جویستیک قرار با یکی از موفق‌ترین یوتیوبرهای ایرانی مصاحبه کنیم که میدونم خیلی از شما بیننده‌های برنامه‌ام حسابی طرفدارشین. کیان جان سلام، به جویستیک خوش اومدید. لطف کن خودتو برای ما و بیننده‌ها معرفی کن. سلام، من کیان هستم. فامیلیمو خیلی جا مثلا نگفتم توی برنامه، ولی سهبرین بار میگم فامیلی من سولغانی هستش. کیان سولغانی، 23 سالم هست، توی ایران زندگی میکنم و توی یوتیوب هم به اسم کیودی پای منو میشناسن. مرسی. خب کیان جان، یه ذره از خودت برامون بگو، چی شد که تصمیم گرفتی یوتیوبر بشی؟ یوتیوبر شدنم من 5-6 سال پیش بودش که با یوتیوب آشنا شدم، ولی تو اونجا اصلا کسی ندیده بودم که یوتیوبر فارسی زبانی میخواد مثلا گیمی یا ریاکت به ویدیوی چیزی بذاره. از اونجا بودش که تصمیم گرفتم خودم مثلا یه استارتی بزنم. درست. از یوتیوبره خارجی نگاه کردم، ایده گرفتم، گفتم منم یه ویدیوی ریکورد کنم. دیدیم دیگه کم کم بازدیدمون رفتش بالا، بعد یه منم انرژی گرفتم و بیشتر ویدیو گذاشتم. کیان جان، روزی که کارتو شروع کردی این روزا رو واسه خودت پیشبینی میکردی؟ اصلا چقدر اطمینان داشتی که تو کارت موفق میشی؟ پیشبینی که نه، اصلا فکرشو نمیکردم که یوتیوب یهو بیاد بالا. درسته. چون یوتیوب فیلتره دیگه توی ایران. بیشتر اون زمانا کلیپ و اینجور چیزا میذاشتن توی یوتیوب. اصلا خودم هم فکر نمیکردم با ویدیوهایی که میذارم کسی علاقه داشته باشه. کلاً عشقی بودش، عشقی ویدیو میگرفتم میذاشتم توی یوتیوب ادیت میکردم، ولی دیگه بعدش دیگه با قدرت تر ادامه دادم. کلاً اصلا یه لذت خیلی خاصی واسه من، یه زندگی تازه شروع شد با یوتیوب. کیان، میدونم که یوتیوبر ایرانی بودن محدودیت‌های خاص خودش رو داره، از اونا برامون تعریف کنه و بگو که چقدر رو کار تأثیر داشته. یوتیوبر ایرانی بودن خیلی، اونایی که توی ایرانن خیلی سخت داره، کسایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن. درست. هم لحاظ تحریما، هم لحاظ سرعت پایین نت و پینگ و اینجور چیزا. کلن توی ایران یکم سخت تره کسایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن نسبت به کسایی که توی خارجن. ایران محدودیتش زیاد، مثلا توی ایران نمیشه کسب درآمد کرد. میشه ها، بعد کسی خارج از ایران داشته باشه، اونجا یه حساب ادسنس داشته باشه، بتونه مثلا پولا منتقل، پولایی که از یوتیوب در میاد، اون چنل ایرانی در میاره، بره توی حساب ادسنس اون طرفی که توی خارج از کشوره. ایران اگه مثلا تحریماش برداشته میشد، میتونستن خیلی راحت مثلا مردم ایران گوگل ادسنس بزنن، بیاد کد بیاد واسه شون. ولی اینا کلا تحریمه توی ایران. آره دیگه، یه خورده درآمدزایی کردن توی ایران سخته. هم قیمت ها، یه مسئله دیگه یه میگه هست، قیمت کنسول یا پی سی قطعاتش میره بالاتر. واقعا سخته دیگه توی ایران بخواد قیمت ها بره بالا، کسی نمیتونه، یه خورده فشار میاد روش بخواد همه اینا رو تهیه کنه. خب به نظرت مردم و خانواده ها میتونن به یوتیوب به عنوان یه شغل و حرفه اصلی نگاه کنن؟ 100%. یوتیوب یه پلتفرمیه که میشه ازش، گفتم میشه کسب درآمد کرد ازش. شما اگه به 1000 تا مشترک سابسکرایبر رسیده باشین و 4000 ساعت انگار ویدیواتون رو دیده باشن، درسته، میتونین به یوتیوب درخواست بدین که ویدیواتون رو مرور کنه. اگه قبول بشه از طرف یوتیوب میتونین کسب درآمد کنین از یوتیوب. من یوتیوب به عنوان یه شغل میبینم و
واقعا هم همینطوره، چون شما دارین هنرتون رو میذارین، وقتتون رو میذارین واسه این کار، بعد یه درآمدی از توش در بیاد، شغل حساب میشه در حقیقت. اگه امروز یکی تو ایران بخواد یوتیوبر بشه، چقدر این کار براش هزینه بره و چه لوازمی میخواد؟ اصلا جوانایی که پس اندازه کمی دارن هم میتونن وارد این کار بشن؟ ببینید، من موقعی که یوتیوب شروع کردم فقط با یه گوشی بود، یه گوشی گذاشتم، رکورد کردم، ادیتو با همون گوشی زدم. چیز خاصی نمیخواد اگه واقعا طرف صفر صفره. من توی ربات کریم هم زندگی میکردم. ربات کریم یه جای پایین حساب میشه دیگه. اونجا بازم مثلا نمیگفتم که وای چقدر سخته، امکانات و این چیزا ندارم بخوام مثلا دوربین خیلی خوب بگیرم یه جای خیلی خفن برم ویدیو رکورد کنم. میشه. ببینید الان مثلا طرف یه، باید خودتون بخواین، خودتون اگه بخواین با همون یه گوشی هم میتونین انجام بدین. مثلا طرف میگم اگه خیلی بخواد سرمایه گذاری کنه، خیلی هم مثلا پول دارن میخوان سرمایه گذاری کنن، میرن قشنگ راحت یه چند تا تبلیغ میکنن و یه کنسول و پی سی و اینا قشنگ جمع میکنن، خیلی راحت کارشون انجام میدن. ولی لذتش بمونه که طرف از صفر شروع کنه، از صفر شروع کنه، قشنگ آشنا بشه، گوشی بذاره، یه خورده صحبت کنه، همه چی دستش بیاد. اینا به نظرم اینجوری خیلی بهتره، خیلی لذت بخشتر هم هستش تا اینکه طرف یهو بره همه چیزای خفن رو بگیر و کارش رو شروع کنه. از اونجایی که برنامه مخصوص گیمه، یه ذره از علاقت به گیم برامون بگو، تعریف کن چند وقته داری بازی میکنی؟ من از 6-7 سالگی بودش قشنگ یادم میاد عاشق بازی و گیم و اینجور چیزا بودم. عجب. خیلی بازی میکردم. بعدش تو دوران راهنمایی دیگه علاقم خیلی شدیدتر شد، جوری که اصلا صبح تا شب میشستم پای گیم و بازی کامپیوتر. از اونجا دیگه خیلی علاقم رفت بالاتر، دیگه اصلا صبح و شب واسم نذاشته بود. خیلی هم عالی. خب کیان جان برامون بگو ببینیم تو این سالا چه بازیایی رو بیشتر از همه دوست داشتی و باهاشون خاطره داری؟ بازیای زیادی مثلا بخوام نام ببرم، سریای جی تی ای هست. Yes. یا The Last of Us، Red Dead، Counter، Call of Duty، قلعه. قلعه من یه زمان خیلی قلعه بازی میکردم، هنوزم گاهی وقتا مثلا میشینم به خاطر اینکه ریلکس کنم و ذهنمو باز کنم میشینم یه سریای قلعه یا همون جنگای صلیبی بازی میکنم. واقعا خیلی خاطرات شیرینی با بازی قلعه دارم. کیان جان یادت میاد اولین گیمی که بازی کردی چی بوده؟ اولین کنسولی که داشتی چطور؟ اولین گیم واقعا سخت، زیادی یادم نمیاد، ولی فکر میکنم قارچخور یا اون خرگوش سگا بود. یه بازی بودش، خرگوشه میپرید این بر اونور، واقعا بامزه بود. یادم اسمش هم فکر کنم تاینی تون همچین چیزی بود. اولین کنسول هم همون سگا بودش. تو دوران بچگی خیلی مود شده بود، کلا خیلی خاطره دارم با کنسول سگا. به عنوان یه یوتیوبر، یوتیوبرای مورد علاقت کیا هستن؟ یوتیوبره مورد علاقم زیاده، پیودیپای که اولش 100%، مارکو پلیر، جکسپتیکای دیگه، اینا رو بیشتر دنبال میکنم، سعیم میکنم بیشتر خودم باشم تا اینکه بخوام از کسی تقلید کنم. ولی خب گاهی اوقات مثلا پیش اومده مثلا بعضی از ویدیوهای یوتیوبره خارجی الگو بگیرم. خب اینا چیزه طبیعی هستش. مثلا پیودیپای رو من هم اولاش که نمیدونستم مثلا چی کار کنم، اسم خودم مثلا کیانه که بهش اضافه کردم و شدش کیودیپای. فکرم نمیکردم، آخه واقعا فکر نمیکردم که با کیودیپای شناخته بشم. دیگه نمیشد، دیگه من اسمم دیگه کیودیپای شده بود، شناخته شده بودم، نمیشد اصلا عوض کرد. واقعا بخواب میخواستم عوض کنم دیگه، یه جور ناهماهنگی به وجود میومد توی ویدیو ها. ولی آره دیگه، بدن بیشتر همین 3-4 نفر رو یادم میاد. هدفت برای آینده چیه؟ دوست داری به کجا برسی و چه برنامه‌ای واسه خودت داری؟ هدفم برای آینده با قدرت ادامه دادن یوتیوبه،
واقعا یوتیوب شده انگار یکی از اعضای خانوادم، بهم چسبیده. یوتیوب شده عشق، شده زندگی، نمیشه اصلا ازش دل بکنم. مثل یه گل و گیاه هستش، مثلا طرف میره بهش آب میده رشد کنه، اونجوری شده واسم، نمیشه اصلا ولش کرد. مثلا صبح زور شب همش درگیرشه، مثلا میگم که این کپی رایت خورده، این آهنگش مثلا پاک کنم. یا بعضی اوقات مثلا پیش میاد همچین اتفاقایی، یا میگم که این تصویر مشکل داره کوچیک شده، اینو مثلا درستش میکنم. کلن مثلا درگیرشم دیگه، مطمئنم تو آینده کلن یوتیوب ادامه بدم. خب حالا چند تا کلمه بهت میگم راجبشون، هرچی میاد تو ذهنت بهمون بگو. آپارات. آپارات محدودیت های فراوان، واقعا هم همینطوره. دومیش قانون کپی رایت. یه قانون منصفانه. فیلترینگ فیلتر شکن. با فیلتر شکن دیگه هیچ مشکلی نداریم با فیلترینگ. شاخ یوتیوب. یوتیوب عشق، زندگی. شاخ اینستاگرام. خز. سابسکرایبر. سابسکرایبر خانواده، یه خانواده گرم. کیان من میدونم خیلی از بیننده هامون دوست دارن یوتیوبر یا استریمر بشن، واسه آخر مصاحبه چه توصیه ها و راه نمایی میتونی بهشون بکنی تا تو این مسیر موفق بشن؟ توصیه هم اینه که اصلا هیچ وقت فکر نکنید که نمیتونین این کار انجام بدین، باید حتما بیافتین توش، توی این کار بیافتین، از خودتون چند بار ویدیو بگیرین، فکر نکنید که نمیتونین. واقعا منم اولش خیلی واسم سخت بودش، جلوی دوربین اومدن و اصلا یه حس حال خیلی عجیبی بود، خجالت، خیلی اصلا آدم داغون میشد. ولی کسایی که واقعا علاقه دارن، اگرم امکانات خیلی زیادی ندارن، میتونن با همون گوشی یه جا تو اتاقشون یا توی خونهشون انتخاب کنن، یه سه پایه چیزی بگیرن، این دوربین گوشیشون رو بذارن اونجا روی اون سه پایه و یه ویدیوی تهیه کنن از خودشون. اصلا نباید ناامید بشن توی این کار. اگه لایک یا سابسکرایب یا کامنت کمی واسهتون اومد، منم واقعا همینجوری بودم، اما اولاش اصلا یهو نیومدم بالا، نه با تبلیغی، نه اینکه بگم من معرفی کنی، خودم تنهایی خودم رو کشیدم بالا. بعد کسایی که واقعا علاقه دارن اونم باید همین کارا رو بکنن، اگه پول زیادی هم ندارن اصلا ناامید نشن. ممنون ازت که با ما بودی، خیلی خوشحال شدیم که تونستیم تو برنامه با هم حرف بزنیم، امیدوارم بازم با هم دیگه بتونیم به زودی گپ بزنیم. متشکر، خیلی ممنونم از برنامه خوبت.